در 26 شهریور ماه استان لازقیه سوریه تحت حملات شدید موشکی قرار گرفت که طی آن یک ایستگاه برق و همچنین تأسیسات نظامی ارتش سوریه مورد هدف قرار گرفتند. همچنین گزارشات تایید نشده ای از حملات موشکی در نقاط دیگر سوریه مخابره شد. رسانه‌های سوری اعلام کردند که موشک‌ها از سمت دریا شلیک شده بود و تعداد بالایی از آنها رهگیری شدند. با این وجود با استناد به تصاویر و کلیپ‌های موجود تعدادی از موشک‌ها به اهداف برخورد کردند. سخنگوی پنتاگون به طور رسمی شرکت آمریکا در این حمله را تکذیب کرد. در 27 شهریور ماه وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که این حملات توسط 4 جنگنده F-16 اسرائیلی صورت گرفته است. همچنین در زمان این حمله یک فروند هواپیمای شناسایی ایلوشین 20 به همراه 15 پرسنل نظامی بر فراز دریای مدیترانه از رادار محو شدند. وزارت دفاع روسیه عنوان کرد که این هواپیما در حال بازگشت به پایگاه هوایی حمیمیم بود و در 35 کیلومتری سواحل سوریه از صفحه رادار محو شد. در همین زمان رادارهای روسی شلیک چندین موشک از ناوهای فرانسوی حاضر در منطقه را رصد کردند. ساعتی بعد وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که هواپیمای ایلوشین روسیه به اشتباه توسط سامانه‌های دفاع جوی S-200 سوریه سرنگون شده است و این حادثه نتیجه اقدامات عمدی جنگنده‌های اسرائیلی بود که از ایلوشین 20 برای پنهان شدن از آتش و دید سامانه‌های دفاع هوایی سوریه استفاده کردند. هواپیمای نظارتی ایلوشین 20 یک پلتفرم هوش الکترونیکی است که مجهز به طیف وسیعی از آنتن‌ها، سنسورهای نوری و مادون قرمز است. نکته قابل توجه آن است که این حمله درست ساعتی پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور روسیه و رئیس جمهور ترکیه در خصوص ایجاد یک منطقه عاری از سلاح در استان ادلب به توافق رسیده بودند. پوتین عنوان کرد ما بر سر ایجاد یک منطقه عاری از سلاح بین نیروهای دولتی و گروه‌های مسلح و اجرای آن تا قبل از 18 مهر ماه به توافق رسیدیم. عمق این منطقه حدود 15 تا 20 کیلومتر است و تمامی مسلحین از جمله مسلحین تحریر شام از آن به صورت کامل عقب نشینی خواهند کرد. تمام سلاح‌های سنگین شامل تانک‌های جنگی و توپخانه‌ها باید قبل از 18 مهر ماه از منطقه خارج شوند. منطقه توسط گشتی‌های ترکیه و روسیه کنترل خواهد شد. همچنین پیش‌بینی می‌شود مسیر حلب هما و حلب لازقیه تا قبل از پایان سال جاری برای حمل و نقل بازگشایی شود. پوتین عنوان کرد که این توافق از حمایت عمومی دولت دمشق برخوردار است. با این وجود با حضور تروریست‌های تحریر شام و متحدانش در منطقه هنوز مشخص نیست که چگونه میتوان یک منطقه عاری از سلاح به عمق 20 کیلومتر ایجاد کرد، زیرا تجربه نشان داده است که مسلحین جز زور نظامی حرف دیگری را قبول نمی‌کنند.